امریکایی و گوگرد روسی. در نخستین ساعت 26 سرطان 1352 برابر به 17 جولای 1973 سردار محمد داود صدر اعظم سالهای 1332 تا 1342 به وسیله کودتای نظامی بدون خونریزی پادشاهی 40 ساله پسر کاکای خود محمد ظاهر شاه را خاتمه داد. شاه در آن وقت در جزیره نیپولیتان ایتالیا به سر می برد و درست 10 روز بعد خانوادش نیز به او پیوستند و شاه بعدتر استعفای خود را به کابل فرستاد. محمد داوود نظام جمهوری را اعلام کرد و همزمان ریاست جمهوری، صدارت عظما، وزارت دفاع و وزارت خارجه را در انحصار خود درآورد. سایر اعضای حکومت او را محمد حسن شرق معاون صدارت، فیض محمد وزیر داخله، انجینیر عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات، دکتر نظر محمد سکندر وزیر صحت عامه، دکتر نعمت الله پژواک وزیر معارف، انجینیر پاچاگل وفادار وزیر سرحدات، جیلانی باختری وزیر زراعت و آبیاری، سید عبدالله وزیر مالیه، انجینیر غوث‌الدین فایق وزیر فواید عامه، دکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور و دکتر عبدالمجید وزیر عدلیه تشکیل می‌داد. بخش اعظم کابینه داوود را کمونیست‌های وابسته به مسکو تشکیل می‌داد و چون داوود در کودتای خود کمک‌های زیادی را از اعضای حزب خلق دریافته بود، ناگزیر بود پست‌های بلندی را در اختیارشان بگذارد که بعدها جاسوس کی‌جی‌بی محمد خان جلالر نیز به حیث وزیر تجارت در کابینه شامل گردید. مسکو کودتای داوود را انقلاب خواند و همان مسکو زمان شاه را زمامدار خردمند و مترقی خطاب کرده بود. با آنکه در زمان داوود شمار مشاورین روس از 250 نفر تجاوز نمی کرد، به نظر می رسید که او پایه های منافع شوروی در افغانستان را استحکام بیشتر می بخشد. زندگی سیاسی محمد داوود از زمان شکل می گیرد که او از فرانسه به کشور برگشت و در وزارت خارجه اشغال وظیفه کرد. او بعدها به رتبه جنرالی به حیث قماندان فرقه مشرقی، حاکم اعلای مشرقی، قماندان قلوردوی مرکز و وزیر حرب تعیین گردید و بالاخره بعد از 10 سال صدارت به وسیله شاه سبکدوش گردید. داوود که در آغاز ریاست جمهوری خود گرایش های زیادی به کمونیست‌ها و شوروی داشت، در سال 1353 از مسکو دیده نمود و در توقف کوتاه خود در تاشکند از دوستی صمیمانه حرف زد. ما از دیدن مملکت زیبای شما و مخصوصا از پیشرفتی که به این مدت نصیب شهر مسکو شده قابل تمجید و شمگیر است. مذاکرات ما با زمامداران محترم شوروی نهایت صمیمانه، نهایت دوستانه و در یک فضای بسیار صمیمی انجام یافت. اما امیدوار هستم که این نتایج از این برای طرفین مفید و مثمر باشد. داوود در مسکو مورد تفقد بریژنف و نیکولای پودگورنی قرار گرفت و بعد نیکولای پودگورنی را با گرمی در کابل استقبال نمود. داوود از گذشته ها تحت تاثیر کمونیست ها قرار داشت. میگن که داوود به مطالعه علاقه نداشت و معمولا به ببرک کارمل که خیلی به او نزدیک بود وظیفه میداد تا آثاری را بخواند و بعد به او تشریف کند و به این ترتیب کارمل هر آنچه را که میخواست به سادگی از راه گوش در مغز سردار داوود جا میداد. داوود زمینه رشد کمونیست ها را در افغانستان مساعد ساخت و هر گونه امکانات را در اختیارشان گذاشت. او شمار زیادی از اعضای حزب خلق را به حیث حکام در محلات تعیین نمود تا فعالیت های خود را در میان مردم آزادانه و با قدرت تمام دنبال نمایند. نهضت اسلامی کشور در عهد ریاست جمهوری داوود ضربه های زیادی را متحمل گشت.
او انجینیر حبیب الرحمن یکی از مسئین نهضت را بشارت رسانید و استاد نیازی را به حبس دوام محکوم نمود تا آنکه استاد نیازی نیز در دوره خلقی ها به شهادت رسید و به اثر همین روش های ضد اسلامی و سوی قصدهای داوود، پروفسور برهان الدین ربانی، انجینیر گلبدین حکمتیار و مولوی محمد یونس خالص نیز ناگزیر شدند به پشاور هجرت نمایند. دلوی 1354 داوود را جرگه قلابی را دایر نمود و بقای خود را برای 6 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری ادامه بخشید. به گوشه از این جرگه که عزیز الله وصفی شخص نزدیک به داوود آن را پیش میبرد نگاه کنید. رئیس رئیس جمهور انتخاب است. ما هست آقاقی به چه شغال محمد داوود خبر کاندید ندی را کنی. شغال محمد داوود کاندید ندی. ستاسی در احساسات ندی. پایان گفتار رئیس لوی جرگه تمام اعضای لوی جرگه به یک آواز از رئیس مجلس تقاضا نمودند تا از رهبر انقلاب خواهش کند که شخصشان را به حیث اولین رئیس جمهور کشور کاندید نمایند. هر چیزی که تصمیم ملت افغانستان باشند، اگر او با قربانی و جان و مال و اولاد باشند، ما یقین بدانیم که دل نخواهد. داوود حتی قبل از ریاست جمهوری خود نیز به گونه های مختلفی در برابر نهضت اسلامی کشور قرار می گرفت. داوود در آغاز دوره ریاست جمهوری خود به حد هواخواه پرچمی ها بود که به قول صباح الدین کشککی در پاسخ یکی از نزدیکان خود که او را به دوری از پرچمی ها توصیه می کرد گفته بود که در کشور ما عادت شده که در دم هر شخص مترقی لطه سرخ گره می زنند. داوود اقدامات زیادی را بر ضد نهضت اسلامی کشور در عرصه اجرا گذاشت. طی سالهای 1352 تا 1354 نهضت نیز در برابر داوود به پاسخهای پرداخت. قیامهای در پنجشیر، سرخرود و کنر به وقوع پیوست، اما برخلاف پلان طرح شده حرکت در کابل از جانب کریم مستغنی رخ نداد. مسعود طی یک مصاحبه گفته است که من با کودتا و یا قیام بر ضد داوود 100% مخالفت داشتم و ای حتی یکی از علل مخالفت خود را با حکمتیار پافشاری او در این هم خوانده است، زیرا ناکامی قیام بنابر پیشبینی مسعود میتوانست نهضت را آسیب پذیرتر بسازد. داوود در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در حالی که دیگر کمونیست ها در اردو و سایر نهادهای دولتی به وسیله خود او ریشه دوانیده بودند میخواست از کمونیست ها فاصله بگیرد. روی این علت حمید محتاط را به جرم عدم اطاعت بر کنار میسازد و پاچاگل وفادار را که خانم روسی داشت به نام سفیر از کشور بیرون میکند. مسکو اعتماد خود را نسبت به داوود از دست میدهد و او را نزد خویش فرا میخواند تا در زمینه وی را هشدار دهد. 17 و 18 اپریل 1978 برژنف طی ملاقاتی از داوود میپرسد که آیا راست است که شما خواهش اعزام مشاورین را از امریکا بردهید؟ و داوود در برابر پاسخ میدهد که من رئیس جمهوری یک مملکت آزاد هستم و کسی حق طرح چنین پرسشی را از من ندارد. داوود به زودی دیدار از مسکو را قطع میکند. سردار غافل بدون آن که متوجه تصفیه کمونیست‌ها در اردو گردد، جلالر جاسوس کجبی را در ترکیب هیئت مایتی خود شامل ساخته و سفرهای متعددی را جهت دریافت کمک‌ها و آماده‌سازی زمینه تحصیل افسران افغان به کشورهای هند، مصر، عربستان و کویت انجام می‌دهد. داوود در عربستان مراسم حج عمره را نیز ادا می‌نماید، اما نمی‌شود فراموش کرد که همین داوود به حکم خود وفادارترین اعضای نهضت اسلامی کشور را یا شهید ساخته یا به نحوی در شهادتشان دست داشته است. گفته می‌شود ضمن دیدار داوود از کویت، امیر کویت به داوود گفته بود که اگر واضحاً افغانستان را در برابر شوروی قرار دهد، کویت چک سفیدی را به او خواهد سپرد. اواخر حمل 1357 داوود پس از سلسله مذاکرات ظاهرا موافقانه به کابل برمیگردد. کمونیست‌ها